سلام، من پدرام، اینجا فیلم بازه. بریم معرفی فیلم دفتر کناری. قبل از اینکه شروع کنیم یادتون نره کانال سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید تا از جایی ترین ویدیو های ما با خبر باشید. فیلم سینمایی دفتر کناری محصول سال 2022 آمریکا، یک فیلم کمدی سیاه به کارگردانی یواخیم بک. این فیلم بر اساس رمان اتاق ساخته شده و بازیگر نقش اصلی فیلم هم جان هم هستش. خب بریم سراغ خلاصه داستان فیلم. اورسون به تازگی در یک شرکت استخدام شده، اما در برقرار ارتباط با سایر کارمندان شرکت و رئیس شرکت دچار مشکله و این باعث شده که فضای شرکت براش عذاب‌آور و سخت باشه. یک روز او به طور اتفاقی یک دفتر مجلل و زیبا در شرکت پیدا میکنه و وقتی که وارد اونجا میشه به آرامش میرسه و این آرامش باعث میشه که بهره‌وری او در کار هم بالا بره و در شغلش موفق بشه. اما یک مشکل پیش میاد و این که سایر کارمندان شرکت این دفتر رو نمیبینن و این اتاق رو قبول ندارن و این باعث ایجاد مشکلاتی در دفتر برای اورسون میشه. خب همونطوری گفتیم این فیلم بر اساس رمان اتاق ساخته شده. در جشنواره زیادی هم این فیلم شرکت کرده و جایزه‌های خوبی رو هم برده. فیلم 90% به طور مونولوگ ها و تگگویی های جان همه در نقش اورسون و میشه گفت کنایه داره به زندگی پر استرس امروزی کارمندها و زندگی ماشینی انسان ها. فیلم نیم ساعت اولیش باید سعی کنید تحملش کنید و با داستانش ارتباط برقرار کنید. اگر موفق بشیم که با داستانش ارتباط برقرار کنید، بعدش فیلم جذاب میشه براتون و فیلم خوبیه که خیلی میتونه سرگرم کننده باشه. اما اگر نتونین با داستانش ارتباط برقرار کنین، تحمل فیلم براتون سخته، چون میشه گفت که بیشتر فیلم همونطوری گفتیم تگگویی ها و مونولوگ های جان همه که به صورت راوی گویانه انجام میشه. در کل فیلم یک سلیقه‌ای که ازش خوشتون بیاد، فیلم بسیار خوب و جذابیه، ولی اگه نپسندیدنش فیلم خسته کننده و اذیت کننده ای. خب ممنون که تو این ویدیو با ما همراه بودید. اگر فیلم لایک کنید، سابسکرایب کنید و دوستانتون معرفی کنید. ممنون، تا بعد.